عصبانیت خانواده سیاوش بالای صدیق افغان چقدر واقعیت دارد و چرا؟ سلام دوستان و همراهان عزیز، لطفا قبل از ادامه این ویدیو چینل را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز با خبر شوید. در ادامه با پرژن سیتی همراه باشید. یما سیاوش 5 ماه قبل از امروز بر اثر ماین کارگزاری شده در موتر حمله ایشان شهید شد. در واقع این یک حمله برنامه ریزی شده بود که بیشتر عاملان رئیس بانک مرکزی گفته می شد. بعد از شهادت یما سیاوش که شوک بزرگی در جامعه خبرنگاری افغانستان وارد کرد، انگار بخش بزرگ از امنیت افغانستان زیر سوال رفته بود. با اینکه شایعات در مورد دستیافتن شهید فقید یما سیاوش بر برخی اسنادی که میتوانست رئیس بانک را سرنگون کند بالا گرفته بود، از طرف آقای داوود سیاوش گه گاه این شایعات را تایید کرده بود. اما در تازه ترین خبرها شنیده می شود که عاملین قضیه دستگیر شدند که بعداً در موردشان سخن خواهیم زد. همان گونه که شما هم می دانید، شایعات بیشماری در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که صدیق افغان بر نقاشی یما سیاوش رنگ پاشیده که باعث عصبانیت مردم و بخصوص خانواده سیاوش شده است. صفحه این گونه نوشته است: صدیق افغان نقاشی دیوار یما سیاوش را سیاه کرد. خبرگزاری رصد: شاهدان عینی میگویند که صدیق افغان که خود را فیلسوف ریاضی میداند، امروز نقاشی دیوار یما سیاوش را که در چهارراهی زنبق رسم شده بود سیاه رنگ کرده است. دفتر آقای افغان نیز روبروی نقاشی دیواری از یما سیاوش قرار دارد. شاهدان عینی گفتند که پلیس نتوانسته است که مانع رنگ زدن آقای افغان شود. همچنان صفحه در فیسبوک این گونه نگاشته است: عصبانیت داوود سیاوش با پسرانش بالای صدیق افغان. داوود سیاوش با دو پسرش بابک و کاووس میگویند که صدیق افغان باید برای این عمل زیشتش دلیل قانع کننده ای داشته باشد، وگرنه از کارش پشیمان خواهد شد. آنها اضافه میکنند که یما به حیث یک جوان با اخلاق، مردم دوست و همیشه برای مردم و جوانان یک کلگو بوده. اگر کسی بخواهد به یما سیاوش به احترامی کند، به جواب نمیماند. تا حال بکتاش سیاوش، برادر بزرگ یما سیاوش، در این باره عکس العمل نشان نداده است. اما این شایعات است که مردم در شبکه‌های اجتماعی دامن میزنند. سوال اینجاست که آیا خانواده سیاوش در این مورد تاکنون واکنش نشان دادند یا خیر؟ دوستان عزیز، باید بدانید که اولاً به گونه دقیق عاملین این قضیه روشن نیست که آیا صدیق افغان عامل این کار بوده است یا خیر، و این در حد یک شایعه است. و اما موضوع عصبانیت خانواده سیاوش تا چه حد حقیقت دارد و شایعات واقعیت دارند یا خیر؟ اولا در این مورد جستجوی زیاده کردیم. نشریه ارمغان ملی که نشریه خانواده سیاوش است، در این مورد هیچ حرف نگاشته نشده است. در صفحه بابک سیاوش و کاووس سیاوش همچنان هیچ حرف و حدیث در این باره نگاشته نشده است و همچنان بکتاش سیاوش. حالا با این وجود میشه گفت که این شایعات کاملا دروغ هستند و همچین چیز وجود ندارد. لطفاً به این شایعات باور نکنید. شخصا حدس من از کار صدیق افغان این است که به عنوان یک انسان روشنفکر و با ایده روشن این کار را انجام داده است. وقتی عاملین این قضیه که روشن هست گرفتار نمیشوند، نقاشی برای فریب مردم چی دردی را دوا خواهد ساخت؟ همچنان بی بی سی در صفحه فیسبوکش نگاشته است که معاون اول رئیس جمهور افغانستان از بازداشت عاملان قتل یما سیاوش، مجری شناخته شده تلویزیون افغانستان خبر دادند. امرالله صالح امروز چهارشنبه توییت کرده که این گروه 11 نفری طالبان در شمار زیاد از بمب‌گذاری ها، ده ها ماین‌گذاری و از جمله قتل یما سیاوش دست داشتند. ترورهای هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی در شهرهای بزرگ افغانستان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. اگرچه حکومت طالبان را مسئول تمام این قتل‌ها و ناامنی‌ها می‌داند، این گروه دست داشتن در اکثریت این رویدادها از جمله قتل خبرنگاران را رد می‌کند. دوستان عزیز، به شایعات باور نکنید. خانواده سیاوش تاکنون در این مورد واکنش یا عصبانیتی از خود نشان ندادند. خوب عزیزان، دیدگاه شما در این مورد چیست؟ لطفاً دیدگاهتان را حتماً در کامنت‌ها بنویسید. ممنون که بیننده این ویدیو بودید. تا بعد، خداوند یار و یاورتان.